I'm calling now on the mayor from Qom. Yes? Great. Mayor from Qom, Mohammad Delbari. The floor is your mayor. به نام خدا عالی جنابان رؤسای هیئت‌های نمایندگی میهمانان برجسته و شرکت کنندگان گرامی ابتدا علاقمندم تشکر و قدردانی خود را از ریاست جلسه بیان کنم همچنین مایلم سپاسگزاری خود را از سازمان UNISDR برای سازماندهی این رخداد مهم و حمایت‌های مستمر از تلاش‌های ما برای تاب‌آورسازی کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایم. آقای رئیس، خانم‌ها و آقایان، روند روبه گسترش بلایای ناشی از مخاطرات طبیعی نشان دهنده وظایف سنگین و طولانی مدت تصمیم‌گیران و مدیران به منظور دستیابی رضایت بخش به کاهش خطرپذیری بلایاست. آنچنان که در چارچوب اجرایی هیوگو آمده است، قم به عنوان شهری مستعد بحران در سالهای اخیر اقداماتی از قبیل انتقال آب شیرین و دفع فاضلاب شهری در جهت پیاده‌سازی چارچوب اجرایی هیوگو انجام داده است. شهر قم با جمعیتی بالغ بر 1,200,000 نفر و وسعت 83 کیلومتر مربع و همچنین سالانه 20 میلیون نفر زائر به عنوان یکی از مراکز کانونی مسلمانان در ایران و سراسر جهان به شمار می رود. قم از سالهای قبل از اسلام جمعیت شهرنشین داشته است. یافته های باستانشناسی نشان می دهد که قم از 5,000 سال قبل از میلاد مسیح منطقه شهری بوده و از سال 1503 میلادی به یکی از مهمترین مراکز مذهبی اسلامی و یک شهر زیارتی و محوری مهم تبدیل شده است. این شهر در معرض مخاطرات طبیعی از قبیل سیل، زلزله، تخریب محیط زیست، رشد سریع جمعیت و شهرسازی می باشد. این مخاطرات و چالش‌های چندگانه به این معناست که تلاش فراوانی نیاز است تا خطرپذیری و خسارات بحران‌ها در شهر قم را کاهش داد. شهر قم نیز مانند شهر مشهد بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری را در اولویت اول خود قرار داده و در این ارتباط اقدامات مؤثری را برای کاهش خطرپذیری بلایای این موضوع قرار داده است. نمایندگان عزیز، میهمانان ارجمند، قم افتخار دارد در سال 2012 به عضویت کمپین تاب‌آورسازی شهرها در آمده و قصد دارد که 10 اصل اساسی کمپین را پیاده سازی نماید. راهبرد کاهش خطرپذیری بلایا بیان می نماید که کاهش خطرپذیری بلایا یک مسئولیت مشترک بین دولت مردان، تجار، جوامع و افراد است. به طور خلاصه این وظیفه همگان است. این راهکار مراحل مشخصی را تعیین که دولت مردان در تمامی رده ها می توانند اجرا نمایند تا خطرپذیری های ناشی از بلایای طبیعی را کاهش دهند. زمینه های اصلی اجرایی عبارتند از انجام ارزیابی ریسک و تهیه نقشه خطرپذیری، آموزش جوامع در خصوص ریسک‌های پیش رو، توانمندسازی افراد و جوامع برای تمرین فعالیت‌ها و مسئولیت پذیری در مقابل ریسک‌هایی که با آن زندگی می‌کنند، کاهش خطرپذیری در محیط زیست از طریق طرح‌های کاربری اراضی و قوانین ساخت و ساز،
و همچنین پیاده سازی سامانه مدیریت بحران شهری. من عمیقاً باور دارم با پشتیبانی همکارانمان قادر خواهیم بود ظرفیت‌های سازمانی خود را تقویت نموده ابتکارات کاهش خطرپذیری بلایا را در تمامی رده‌ها و مقامات دولتی ترویج و ارتقا داده اصول HFA را پیاده سازی نموده زیرساخت‌ها را تقویت کرده و از برنامه‌های مبتکرانه در مناطق نمونه حمایت نماییم. مایلم به طور خاص بیان نمایم که چقدر اطمینان از انجام فعالیت‌های کاهش خطرپذیری بلایا در تنظیم قوانین شهری مهم است. میهمانان ارجمند، چهارمین نشست جهانی کاهش خطرپذیری بلایا موقعیتی را خلق می‌نماید تا روند پیاده‌سازی چارچوب اجرایی هیوگو در طی سال‌های اخیر را بازبینی و برنامه‌ای واضح، مؤثر و هدفمند برای آینده بر پایه گزارش ارزیابی جهانی تنظیم گردد. امیدواریم این کنفرانس بتواند ایده‌های جدیدی برای رسیدن به اجماع در خصوص اینکه چگونه ذینفعان محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با چالش‌های جدید ایجاد شده توسط بلایای طبیعی و تغییر اقلیم مقابله نمایند را ارائه دهد. با تشکر. Thank you, Mr. Mayor. Very much appreciated.